دو دنیا نوشته بانو گلی ترقی قسمت سوم شبها خانم گلی و امیرخان خان قیبشان می و دیر وقت برمی گشتن. بیشتر وقتها به دیدن فیلم های هندی یا فارسی که پر از رقص و آواز بود می رفتن و برای من تعریف می کردن. یک بار هم امیرخان و مادرش یواشکی من را همراه خودشان به سینما بردند. سینماره سالن روباز تابستانی داشت و ما ردیف جلو نشستیم. فیلم شروع نشده پاره شد و خان سود کشید. مردم هم به تقلید از او سود کشیدن. خانم گرگه یه پاکت تخمه خریده بود و پوست تخمه ها رو توی هوا فوت میکرد. فیلم که شروع شد مردم هو کردند و داد کشیدند و معلوم شد که حلقه فیلم رو اشتباهی گذاشتن بیشتر آدما تمام صحنهای های فیلم و حفظ بودن دفعه سوم یا چهارمی بود که به دیدن اون می چرا ها روشن شد مردم اعتراض کردن خانم گرگه پا شد ایستاد و فخش داد و امیر خان سود کشید هوا هم یک مرتبه طوفانی شد و باد و گرد و خاک توی حلقها و چشما رفت فیلم شروع شد و مردم هورا کشیدند چند قطره باران روی سر و صورت هم افتاد و خانم گرگه چادر نمازش را روی سر من کشید. مردی که کنار امیرخان نشسته بود سواد نداشت و از او خواست نوشته های فیلم را بلند بلند بخواند تا او هم بشنود. نیم ساعت نگذشته بود که امیر خان خوابش بود. خورد و پفش بلند شد. زنی که ردیف جلوتر نشسته بود برگشت و محکم به زانوی امیرخان کوبید. خانم گرگه مثل ترقه منفجر شد. دو دستی توی زر زن زد. زن داد کشید و فوش داد و خانم گرگه جوابش را داد و مردم داد کشیدند ساکت و امیرخان از خواب پرید. نزدیک بود دعوا شود که خوشبختانه باران گرفت. از آن باران های شرشور. روشن شد و جمعیت پا به فرار گذاشت. قرار شد به رو نگه داریم فردا شب برگردیم و باقی فیلم رو ببینیم. فردا شبی که برای من در کار نبود. همون شب سرمایه سختی خوردم و مجبور به اعتراف شدم که البته گناهی نابخشودنی بود. با آمدن خانم ها فکرهای ساده و کوچک هم در هم ریخته و گیج گیجی می خورم. دنبال آنها می دمم، اما به جایی نمی رسم. حس می کنم زیر پایم خالی شده و جایی محکم و مطمئن مثل سابق متصل نیستم. دنیای روشن و معقول خانه شمیران در مقابل حجوم خانوم ها عقب نشسته و قدرت خود نمایی ندارد. آدم های خوشبوش و معدب همیشگی تبدیل به اشباهی رنگ باخته شدند و به نظرم پوک و پوشالی می مادر از نزدیکی من به خانوم ها وحشت دارد و با نگاهی مشکوک به چادر نماز گلدار و سجاده نمازی که خانم ناز به من داده نگاه می کند. منتظر از تابستان زودتر تمام شود و مهمان ها به شهرشان بازگردند. هر شب جمعه روزخانی جوان و پررو به دعوت خانم ناز به خانه ما میآید و پای تخت او می نشیند و دو ساعت تمام از خدا و امام ها و پیغمبر می گوید و من را به دنیای دیگر می برد. حسن آقا و رقیه زن باغمون هم میان و حسابی گریه می کند. به محض رفتن روزخان همه حرفهای او از یادشان می رون. اما من تمام شب و روزهای بعد به خدا و دنیای بعد از مرگ فکر می کنم و نمی توانم مثل آن وقتها سبکبار و بازی گوش همراه مادر به خیابان اسلام بار بنمم. خانم گوریو و پسرش از هر فرصتی برای دست انداختن من استفاده می کنم. امیر خان به من می گوید که هیچ کس تا به حال با دوز و کلک به خدا نزدیک نشده و خدا دشمن آدم های ترسو و متظاهر است. منظورش خانم ناز است. خانم گرگه رک و راست به من میگوید که خواهرش دروغگوست و, و حرفهایش همه کشک است. راست یا دروغ حرفهای خانم ناز و ترس از خدا و آتش و جهنم توی بدنم ریشه دوانده و از من دختر بچه هراسان و لرزان ساخته است. هیچ چیز همیشگی و استوار نیست چون خدا قادر است آن را جا به جا کند و از میان بردارد خورشید ستاره ها زمین همه به موی بند هستند و اگر خدا بخواهد میتواند روز را شب دریاها را خشک کوها را معلق در آسمان و هوا را تبدیل به سنگ و تمام آدم ها را له و لورده کند حتی از فرو دادن لغمه ای که توی دهانم است وحشت دارم. میترسم که راه طبیعی و همیشگیش را طی نکند و وارد عضوی دیگر از بدنم شود. چه کسی میتواند تضمیم کند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و خداوند چنین کاری نخواهد کرد یا اینکه نظام طبیعت به همین شکل که تا کنون بوده ادامه خواهد داشت خانم ناز میگوید که باید نماز خواند و دعا کرد خدا اگر از بنده هایش راضی باشد کارهای عجیب و غریب نخواهد کرد. ماه رمضان پا به پای او روزه می گیرم. ده روز. و از شدت ضعف تلو تلو می خورن. خانم ناز راحت و آسوده. بدون نقنق. تشنه و گرسنه تمام روز می خوابد و آقای حسام هر غروب انواع میوه ها و خوراکی ها و غذاهای رنگین را برای افتار او تهیه می کند. من از قدرت خانوم ناز در تحمل گرسنگی تعجب میکنم و اراده محکمش را به حساب نماز و دعا و عبادت میگذارم. آقای حسام هم روزه میگیرد و رنگ به صورت ندارد. دست و پایش میلرزد و زبانش را به لبهای خشکش میکشد. هوا عجیب گرم است و تشنگی آدم را میکشد. آقای حسام میگوید که اگر آدم یادش برود و آب بنوشد یا از روی حواسپرتی و ندانسته چیزی بخورد روزش باطل نمی شود. هر بار که مچ او را در حال نوشیدن آب یخ می گیرم می گوید ای داد بیداد حواسم نبود. یادم رفت خدا می بخشه. مادر از روز گرفتن من عصبانی است و می ترسد مریض شوم. می گوید که روز گرفتن خانم ناز ادا و کلک است. زیر بالشش پر از میوه های خشک است و تا سر آدم ها را دور می بیند مشت, مشت می خورد. باور نمی کنم. با خودم می گویم که مادر با خانوم ناز بد است و می خواهد من را از او دور کند. خانم گرگه هم همین را می گوید و جلوی چشم من که دارم از گرسنگی قش می کنم هندوانه آبدار را گاز می زند. می گوید بچه خر اگه باور نمی کنی که نازملوس ملوز خانم کلک میزنه برو از سوراخ کلید نگاه کن نزدیک ظهر است که صدایم هم میزنه میگوید بدو برو از پشت پنجره نگاه کن آقای حسام زیر سایه درختها توی باغ خوابیده است آب مفصلی نوشیده و تپ معمول از خدا به خاطر حواسپرتی و خرابی حافظه معذرت خواسته میروم پشت پنجره سرک میکشم خانم ناز دارد موهای پشت لبش را بر می دارد. دهانش می جنبد. دستش را زیر بالش می برد و یک تکه بزرگ سوهان بیرون میکشد و می رویشم رویش هم دو تا لیوان آب یخ می نوشد و باز مشتی توت خشک توی دهانش می باورم نمی شود. دلم میخواهد خفش کنم. در اتاقش را باز می کنم. از جایش می پرد. دهانش پر است. آینه را مثل برق زیر تخت می اندازد و صورتش را توی بالش فرو می کنه. قلبم تند میزند، خجالت می کشد. حس می کنم سرم کلاه رفت و تمام نمازهایم باطل شده. خانون ناز با عجله لغمه را گورد می دهد و با دهان خالی دروغی خمیازه می وانمود می کند که هیچ اتفاقی نیفتاده. اما چشمهایش از شدت عصبانیت چپ شدند و پرهای دماغش می درزن. آقای حسام هم از روز خاری زنش با خبر است. در تمام این مدت می دانسته. اما به من و به خودش دروغ می گوید. از من می خواهد این اتفاق را که اشتباه محض بوده برای کسی بازگو نکنه. وقتی به او می که با چشم خودم دیدم سرخ می شود و سرش را پایین می اندازه. دستم را می گیرد، موهایم را نوازش می کند و زود صحبت را به جای دیگر میکشاند میپرسد پس این پیانو چی شد جوابش را نمیدهم و دستش را کنار میزنم میگوید نیت پاک مهمه یه تیکه سون که اهمیت نداره خدا خودش هم گاهی وقتا جر میزنه خانم ناز با من دشمن شده گرچه ماجرای کلک زدنش رو به کسی نگفتم و به شوهرش دستور داده تا تنبیه هم کنه و جواب سلامم را ندهد آقای حسام از دور با اشاره چشم و ابرو چیزهایی از من میپرسد و به من میفهماند که دوستی او با من مثل همیشه سر جایش است و ربطی به دستور خانم ندارد نداره. آخرین ماه تابستان داغتر از ماهای دیگر سنگین و کند و تنبل میگذرد و هیچ اتفاق تازه ای نمی افتد. رفتن به شهرستانک برنامه ییلاق تابستانی امسال تعطیل شده و پدر آنچنان گرم کار و سیاست و بکالت است که دقیقه برای ما وقت ندارد. گاهی وقتها خسته از حرف خدا و گناه و مرگ و روز قیامت به دنبال دست محکم و مطمئن او میگردند دلم میخواهد به عقل و اراده آهنین او آویزان شوم و پشت پا به دنیای تاریک خانم ها بزنم. دلم برای مادر و بوی شیرینه دستهایش تنگ شده و با حسرت به رفت آمد خوشبخت آن سمت خانه نگاه میکنم. رسیدن پیانوی دمدار که شبیه به حیولای عظیم و جادویی است دیواری میان من و خانمها ها میکشد. مادر مهمانی بزرگی به افتخار این اتفاق فوقالعاده مهم می دهد. پیانوی دمدار را توی اتاق نهارخوری جنب سالن پذیرایی می و رویش را با ملافه گلدار می پوشانند. حسن آقا از این مهمان غریبه که بزرگتر از ماشین پدر است می ترسد و با احترام به آن سلام می کند. خانم ناز ورود آن را به فال بد می گیرد و به گوش همه می رساند. که با بودن این دستگاه شیطانی نماز روی زمین و زیر سقف خانه ما حرام است و به زودی از پیش ما خواهد رفت. خانم گرگه کاری به این جور چیزها ندارد و سخت درگیر کسافت کاری‌های های پسرش است. امیرخان خانه او را به اسم خودش کرده و آن را در گمار باخته. دخترهایش هر روز به خانه ما میآیند و با او جنگ و دعوا میکنند. خانم گرگی میگوید خانه خودم بود دلم خواست را به اسم بچم بکنم باخت که باخت خوب کرد نوش جونش فرش زیر پام که سهله جانم هم را بخواهد میدهم آقای حسام از این ماجرا و شلوغی استفاده می کند و خودش را به پیانوی دمدار من میرساند رساند. چشمهایش از شدت تحسین گرد می شود و دهانش باز می موند. درش را باز می کند و آهسته یکی از کلیدها را فشار می ده. بعد دستش را یواش روی تمام کلیدها می کشد و مرتب می گوید به مبارکت باشه خدا مادرتو حفظ کنه خوشا به حالت معلم پیانو خانمی لهستانی است که بوی تند عرق تن و شراب مانده میدهد وقت دست دادن آه می کشد و به چیزی دیگر فکر می کند. اغلب نیمه مست است و به محض نشستن اشکهایش راه میافتد مادر میگوید که این زن یهودی است و تمام خانوادهش را در زمان جنگ از دست داده نواختن پیانو مثل روزه گرفتن خانم ناز است دروغی است به خصوص که این پیانو با وجود هیکل گنده و با بوحت در بوداغون و قرازه است و صدایش در نمیآید بیشتر کلیدهایش شکسته بعضی از آنها فرو نمی روان. چند تای دیگر وقتی فرو می روند در نمی و باید چندین بار رویشان کوبی. مادام حالیش نیست و غرق در خاطرها و فکرهای خودش است. آقای حسام از همه بیشتر نگران است. تشویقم می کند و از من می خواهد درس اول دور می فا سی دو را برایش بنوازد. البته کرید سل صدا ندارد و کرید لا قرچ میکند کرید فا وزی شبیه سوت زنبور دارد و صدای کریدهای سمت راست قسمت آخر آنچنان تیز است که مثل سوزن توی گوش فرو میرود و مو را به تن آدم سیخ میکند خانم ناز آمدن معلم نجس پیانو را بهانه میکند و تابستان تمام نشده از پیش ما میرود میبینم که چشم مهربان و آقای حسام پر از اشک است و دلم برایش میسوزد. با رفتن خانم ناز قهرها و حسادتها و دو به همزنی موزیانه نیز از خانه میرود و قصه های مادام لهستانی و قصه های او داستان مرگ خانوادهش در اردوگاه اوسرای یهودی و کوره های آدم سوزی جانشین آن می شود. از نواختن پیانو بیزارم. حس می کنم زندانی هستم و هیچ کس زبان من را نمیفهمد. هنوز هم با یک جور ترس مجهول که ته قلبم ریشه کرده نماز می خوانن. یک روز در میان و فکر خدا و دنیای بعد از مرگ رهایم نمی کند. میان نواختن پیانو و عبادت و گناه می چرخم و به هیچ کدام اعتقاد ندارم. خانم گرگه جایی ندارد برود. خانهاش را از دست داده و دخترهایش چشم دیدن او را ندارند از خان خبری نیست و این بیخبری او را از تو میخورد بد اخلاق و بیحوصله شده و با همه سر دعوا دارد روزها صبح زود از خانه بیرون میرود و بعدی شبها بر نمیگردد خدا میداند کجا میماند میدانم به سینما و تئاتر هم نمیرود و حدس میزنم دنبال پسرش میگردد مادر هم نگران شده و یکی دو بار از پدر راجع به امیرخان پرسیده است. پدر میگوید بادم جون بم آفت نداره و شانه را بالا می اندازه. صبح زود روز جمعه است که تلفن زنگ می زنن. پدر را می خواهد. کاری فوری است. پدر هر روز کله سهر برای پیاده روی از خانه بیرون می رود و هنوز برنگشته. از شهرستان زنگ می زنن. میگویند بسیار مهم است باید با کسی از خانواده ما حرف زد مادر خواب است من بیدار شدم و گوشی را از دست حسن آقا میگیرم صدای ضعیف از ته چاه چیزهایی میگوید و قطع می شود. یک ساعت بعد دوباره تلفن زنگ میزند خانم گرگه بیدار شده گوشش همیشه به زنگ تلفن یا در خانه است موهایش آشفته است و زیر چشمهایش به سیاهی میزنند اول صبح ناشتا سیگار میکشند با شکم خالی خیره خیره به من نگاه میکنند حرف نمیزند. باز از شهرستان است. از تبریز. پدر را میخواهند. خانم گرگه گوشی را میقاپد و داد میکشد. تلفن خرخر میکند. اتفاق بدی افتاده است. برای کی؟ میپرسند شما کی هستید؟ خانم گرگ بی و کلافه است. بلندتر داد می کشد. نزدیک از گوشی تلفن را قورت بدهد. میگوید به تو چه که من کی هستم؟ حرف بزن. جان بکنی. چه اتفاقی افتاده؟ برای کی؟ مادر از سر و صدا و زنگ تلفن بیدار شده. آهسته از پله ها می آید پایین. گوشی را از دست او می گیرد. با کسی حرف میزند اول درست نمیفهمد. خواهش میکند بلندتر تکرار کند اسم امیرخان را میشنود و چندین بار میگوید بله امیرخان، بله صدا نمیاد لطفا بلندتر حرف بزنید چی شده بله بله کی دیروز و من میبینم که رنگ مادر سفید و سفیدتر می شود. گوشی تلفن را از گوشش دور میگیرد و مبهوت به خانم گرگه نگاه میکنه. حرف نمیزنه. صدایش در نمیآید اتفاقی بد افتاده. خیلی بد. مطمئنم. خانم گرگه هم حدس زده است. صدای گروب گروب کوبیدن قلبش را می شود شنید. گوشی را می قابل. چشمهایش دارد از هدقه در می آید. گوش می دهد. حرف را میشنود کلمه به کلمه. اسم امیرخان را تکرار می کنن. گوشی از دستش میافتد اول ساکت است ما تو مبهوت خشکش زده و بعد یک مرتبه داد میکشد از آن دادهای خفهای که مال آدمها نیست یک جور زوزه است زوزه حیوانی در حال مرگ به خودش میپیچد دستها و انگشتانش را گاز میگیرد میقرد و سر رد سرش را به دیوار میکوبد حسن آقا دستم را میکشد میلرزد سعی می کند دورم کند. با مشت به سینه میکوبم می کوبم. می برای خانم گرگه آب بیاورم. دیز می خورم و از پله ها معلق می شود. با خودم تکرار می کنم امیرخان مرده و دلم آشوب می شود. تنم یخ کرد و روی کاشی های آشپزخانه استفراغ می کنند. مادر خانم گرگه را توی بغلش گرفته و سعی دارد آرامش کند. موهایش را نوازش می کند. سر و صورتش را میبوسد. داد می کشه. پس این آب چی شد؟ و حسن آقا از جایش می پرد. می دهد. به من می خورد و فحشم می دهد. خوشبختانه پدر از راه می رسد. به مادر و خانم گرگه نگاه می کند و نگاهش سرد و آرام است. قصده های او با مال ما فرق دارد. دردهایش از جنس دیگر است و سر و صدا و رنگ و بو ندارد. اشکهای مادر سرازیر شده و دستهای ظریفش میلرزند خانم گرگه مثل حیوانی زخمی میقرد و صداهای عجیب غریب از خودش در میآورد پدر از ماجرا خبر دارد میگوید که شب پیش به او خبر دادن. مادر بادر باورش نمیشود میپرسد پس چرا نگفتی پدر خونسرد است میگوید هر کاری وقتی دارد مادر دستهایش را جلوی صورتش میگیرد خون سردی پدر را به حساب بیرحمی میگذارد و به سرعت دور میشود من عاشق سکوت و سردی آرام کننده این آدمم با آمدن او چیزهای پراکنده جمع و جور میشوند و سر جایش قرار میگیرد پدر دستش را روی سر خانم گرگه میگذارد سرش را با افسوس تکان میدهد لیوان آب را از دست حسن آقا میگیرد و به لبهای خشک او میچسبانه میگوید این پسر عاقبت خوشی نداشت خدا بیا مرزتش و به تو صبر و قدرت دهد قضیه روشن است امیرخان مرده لابد از بس عرب خورده یا تریا کشیده این را هم من نمیتوانم حدس بزنم سکته کرده باید رفت و جنازش را آورد کارها به عهده پدر است شنگ و شیون ندارد اتفاقی است که افتاده چیزی که شده نمیتوان به عقب برگشت باید پذیرفت به همین سادگی باید به دخترها و دامادهای خانم گرگی خبر داد باید روز خط را تعیین کرد و برای روزنامه ها آگهی فرستاد پدر به دفتر کارش می رود و به ما میفهماند که باید عاقل و صبور باشیم و بدانیم که مرگ اتفاقی ساده است خانم گرگه توی این دوریان نیست و این حرفا سرش نمی شود. مجلس ختم و تشریفات عزاداری به دردش نمی خورد. نشسته روی زمین و بدن سنگینش مثل پاندول ساعت به چپ و راست می رود و بر می گرده. کسی جرأت نزدیک شدن به را ندارد. دکتر کوسری سراسیمه از راه می رسد. مادر خبرش کرده. میخواهد به خانم گرگی آمپول بزنه. میترسد. او را میشناسد. آمپول به دست مردد ایستاده. مادر صورت و چشمهای اشکالودش را شسته و لباس سیاه پوشیده به کمک دکتر کوسری میشه تا سر و دست خانم گرگه را میبوسد. التماسش میکند. دکتر کوسری خم میشود. دستش به بازوی خانم گرگه نرسیده آمپول و خودش به گوشه پرت میشود. خانم گرگه زوزه میکشد و روی زمین میخزد. او را به حال خودش میگذاریم. تمام روز نشسته روی زمین. تکان تکان میخورد. چشمهایش بسته است. گریه نمی کند. حتی یک قطره اشک از لای پلکایش بیرون نمیآید. با خودش حرف میزند. زند. را می کند. لبهایش را می جبد و گوشه چادرش لا لای دندانهایش می فشارد. زانوهایش زخمی است. خودش را میخراشد و با مشت به سینهش میکوبد. دوست دارد خودش را زج دهد و تکه تکه کند. از ناز و نوازش و مهربانی بدش میآید. دو بار تا کنون دست مهربان مادر را گاز گرفته. مادر با نگرانی به من نگاه می کند. دیدن درد و رنج و شنگ و شیون شیون برای من قدقن است. همینطور رفتن به سر خاک و مجلس عذا برای مادر مرگ اتفاقی غیر طبیعی است که نباید حرفش را زد نباید اسم آدم مرده را به زبان آورد یا عکسش را سر بخاری گذاشت باید مرده ها را فراموش کرد و حرفشان را نزد به خصوص بچه ها نباید از مرگ آگاه شوند و بفهمند که زندگی پر از درد و رنج و بدبختی است مرا به خانه یکی از دایی هایم میفرستند و وقتی برمیگردم از خانم گرگه خبری نیست. مادر میگوید که بدون خداحافظی رفته و هیچ کس از او خبر ندارد آقای حسام به محض شنیدن خبر مرگ امیرخان رنگ پریزه و مریض به دیدن ما میآید و میگوید که امیرخان را مثل پسر خودش دوست داشته و زار زار گریه میکند. میرود ته باغ و دور از چشم همه یک دهن آواز سوزناک می خاند. خانم ناز همراهش نیست. من را بغل می کند و با خیال راحت سر و صورتم را می بوسد. یک ماه بعد دوباره از شهرستان برمیگردد تا دوا و پارچه و کفش و جوشانده های مخصوص زنش را از بازار تهران بخرد. میگوید که خانم گرگی را در کوچه های دور ته شهر دیدند. با خودش حرف میزد و سر و دیوانه ها را داشته. خانم گرگه را دیگر نمی بینم. خبرش گهگاه به گوش ما می رسد. به دیدن دخترهایش هم نمی روی. پدر تنها کسی است که می داند او کجاست. اما به ما نمی گوید. اول هر ماه توسط کسی که اسمش را به ما نمی گوید برایش پول می فرستد و من مطمئنم که این واسطه آقای حسام است. تابستان بعد خانم ناز پیغام می دهد که آزم سفر خارج است. احتمالا بلژیک و نمی تواند به دیدن ما بیاید. این دهمین ده باری است که خانم ناز تصمیم می سفری به فرنگ بکند و بعد لحظه آخر به دلیلی مجهول از رفتن منصرف می شود. بلژیک از آن جاهای دنیاست که از فکر خانم ناز بیرون نمی رود و هیچ کس دلیل علاقه او را به این مملکت نمی داند. اگر از او بپرسند بلژیک کجاست مطمئنا جوابی سربالا خواهد داد اما این بار قضیه جدی است آقای حسام دل به دریا زده کارهای خودش و خانم ناز را کرده و به راستی آزم بلژیک هستند اول که باورمان نشد تا اینکه آقای حسام بلیط های هواپیما را نشانمان داد و قسم خورد که این بار به راستی آزم سفرند مادر به فرودگاه رفت و سوار شدنشان را به چشم خودش دید. من برای آقای حسام خوشحالم و میدانم که سالهای سال داستان این سفر را با آب و تاب برای ما تعریف خواهد کرد. قرار است یک ماه بمانند و از آنجا سری هم به پاریس بزنند. اما چند روز بعد خبر می شویم که برگشتند. خانم ناز همان روز اول از بالای پل برقی ملق شده و پایش شکسته. دو روز توی بیمارستان بوده دو روز هم زندانی در اتاق هتل با این همه از سفرش به بلژیک راضی است از خیابانهای پهن و رفت آنجا میگوید از تمیزی شهر و صداقت مردمانش تعریف می کند که کتش را روی نیمکتی در پارک جا گذاشته یک ساعت بعد برگشته و آن را پیدا کرده و این داستان را تا به حال صد بار تکرار کرده از اتاق هتلش هم تعریف می کند. تنها جایی است که دیده از کاغذ دیواری گلدار و رو تختی سفید و پرده های مخملی سبز رنگ از ساعت تلاکاری پایدار که سر وقت زنگ میزده از کلیسای آن سوی خیابان با مجسمه حضرت مریم بالای درش و ناقوسی که تمام شب سر ساعت معین می نباخته. و خدمتکار موبور و چشمابی هتل کمی شبیه خودش که موهایش را مثل خربزه بالای سرش جمع می کرده. پیشبند سفید می بست و می تهران کجاست. خانم ناز بعد از این اتفاق نازک نارنجی و بچهتر شده. از راه رفتن میترسه. ترسه. چهار چنگولی به آقای هز حسام می چست و اجازه نمیده. دقیقه ای از کنارش دور شود. دیگر به خانه ما نمی آید. خانه ای وسط شهر اجاره کردند و مقیم تهران شدند. ما عید به عید به دیدنشان می رویم. هر بار هم خودش را به مریضی میزند و از جایش بلند نمی شود. محال از جلوی مادر لنگ بزند و نقص جسمانیش را نشان دهد. موهایش را هم رنگ کرده. بور بور. شبیه به خدمتکار بلژیکی و به صورتش پودری مثل گچ می مالند. هنوز هم وقت حرف زدن ناز و اطوار میآید آید و ادای دخترهای جوان را در میآورد آقای حسام برعکس یک مرتبه پیر شده و دست راستش می لردن. سبیل و موی سرش را به دستور زنش رنگ کرده و کراوات می کراوات کراواتی قرازه مال عهد بوغ وقتی مهمان ندارند گیوه پا میکنند. اما وقتی ما به دیدنشان می رویم کشم، کفش چرمی می پوشد و دکمه های کتش را می بند. خانم ناز؟ بعد از ازدواج به او لقب شازده هزام و سلطنه داده و از او آدمی مهم و محترم ساخته. آدمی در شن معاشرت با وزیر جنگ. چهار سال بعد وقتی پانزده سال است برای خداحافظی و رفتن به آمریکا به دیدن خانم ناز می روید. آقای حسام خانه نیست. خانم ناز می گوید ایشان برای معالجه به خارج رفتن. با من همچنان قهر است. دستش را دلاز می کند تا بشقاب پسته را از روی میز بردارد که آینه کوچکش از زیر پشتی صندلیش می افتد. همان آینه آشنا برش میدارد خودش را توی آن نگاه می کند. آه میکشد و میگوید آینه هم آینه های قدیم. نن خانم خدمتکار پیر او برایم چای می آبرد و ظرف سوهان را جلویم می گیرد. تا بر ندارم ولکن نیست. تا به حال سه تا تکه خوردم و گلویم می سوزد. قورت نداده ظرف دیگری را جلویم می گیرد و کفرم را در میآورد. میدانم که اگر نخورم به خانم ناز بر می خورم. تحمل قهر و گرایش را ندارم. آخرین تکه سوهان را توی مشتم نگه میدارم و وقتی خانم ناز حواسش نیست آن را توی گلدان می اندازم. دستم نود شده انگشتانم به هم می چستم. باید دستم را بشویم میدانم که دستشویی خصوصی خانم ناز پشت اتاق خواب اوست و بیان که منتظر راهنمایی او بشوم در اتاقش را که متصل به اتاق نشیمن است باز میکنم و خودم را به دستشویی میرسانم اعتراض گنگ خانم ناز را میشنوم نن خانم هم انگار دست پاچه شده است دو قدم به دنبالم میآید و منصرف میشود میدانم که خانم ناز وسواسی است و دوست ندارد کسی از دستشویش استفاده کنه. اهمیتی نمی دهم. تون تون کارهایم را می کنم و می آیم بیرون. چراغ اتاق خواب خاموش است. پرده ها کشیده است. جلوی پایم را نمی بینم. وسط و اتاق هستم که صدایی به گوشم می صدای یک جور هیس هیس مسترب. نگاه می کنم. سایی از دور به من اشاره می کنن. کسی کوچک. به اندازه یک بچه توی تخت پای دیوار خوابیده جلوتر روم مردی تاس با چشمهای پف کرده نگاه هم میکنه. انگشتش را به علامت سکوت روی لبش میگذارد. میگوید ناد به فهمه عصبانی میشه. آقای حسام است آقای حسامی که آب رفته و موهای سرش ریخته. دستم را میگیرد. میدرزد. دستم را فشار میدهد و میخواهد صورتم را ببوسد. بوی زخم و دوام می میدهد بوی تب و بیماری نفس نفس میزند هیجان زده است دست به سر و صورت هم می کشد میگوید به به. ماشاالله چه بزرگ شدی؟ هنوز پیانو میزنی؟ میخواهم پرده را کنار بزنم میخواهم صورتش را ببینم میپرسم چرا تو تاریکی نشستید؟ میگه به خانم ناز حرفی نظر. نمیخواد کسی منو به این شک ببینه. شایدم حق داره. میخواهم داد بکشم. میخواهم چراغ را روشن کنم و بگویم که این مرد به همین شکل از همه شما بهتر و خوشگلتر است. اما مرتب اشاره میکند که ساکت باشم. میپرسد مادر جانت هم هستند. سرم را تکان میدهم. حال پدر و برادرم را میپرسد و بغض میکند. ملافه را روی صورتش می کشد و صرفه هایش را از ترس خانم ناز قوت می دهد. با دست اشاره می کند که برو زود باش و سر انگشتانم را برای آخرین دفعه محکم می فشارد. خانم ناز با نگاهی مشکوک سر پایم را برانداز می کند و حرفی نمی زند. شاید فهمیده که برای بار دوم و مچش را گرفتم. سرش را پایین می اندازد و برای آنی خود واقعیش می شود. بدون نقاب خود پیر و درماندهش بدون ادا و اصول و قرائتوار به خانه که میرسم میبینم معلم جدید پیانو منتظرم است و دلم میگیرد مادام مادام لهستانی همان سال اول با مردی مسلمان که چهل سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد و همراه او از ایران رفت معلم دوم صاف و کنده به مادرم گفت که من ذره ای استعداد ندارم و این پیانو را هم باید داد و یک سیر سنجد گرفت. شب سر میز شام مادرم میپرسد آقای حسام هم بود؟ میگویم نه مسافرت بود. پدر روزامش را ورق میزند میگوید حتما با وزیر جنگ رفته بلژیک و میخندد. خنده پدرم را دوست ندارم. و مثل خانم ناز بشقاب غذایم را با دست پس میزنم و قهر و بد اخلاق میز شام را ترک میکنم. پدر میپرسد چی شد؟ و صدای مادر به گوشم میرسد که میگوید کاش دیگر به دیدن خانم ناز نمیرفت. چند سال بعد خانم ناز خبر مرگ آقای حسام را به علت بیماری قلبی در خارج از مملکت به اطلاع همه میرساند. قیافه شازده حسام شکارچی در تاریکی و خواب خانم ناز پیش چشمم می آید و دلم می سوزد. بعدها مادر به من میگوید که آقای حسام چندین سال در خانه سالمندان بود و هیچ کس از او خبر نداشته. هنگام مرگ هم تک و تنها بود و خدا میداند در آن لحظه آخر به چه فکر میکرده. نمیدانم چرا به دلم برات شده که آقای حسام با وجود تنهایی در خانه سالمندان میان آدم های پیر و افسرده احساس آرامش و یک جور خوشی پنهان میکرده. مجبور نبوده به شکار ما رو اغلب برود یا با وزیر جنگ معاشرت کند. مجبور نبوده اسمش را عوض کند و پشت در اتاق زنش چون فراشی ابدی منتظر بنشیند. مجبور نبوده موهایش را رنگ کند و معدب و محترم باشد. او را میبینم که روی تختی کوفتی زیر ملافه های کهنه چرک کنار پنجره دراز کشیده و بدون واهمه از توبیخ خانم ناز زیر آواز زده و از ته دل می شاید هم در آن حال در آن فرصت آخر به تلافی تمام سالهای از دست رفته قری هم داده و بشکن زنان به پیشواز مرگ رفته است.